سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به آشتی ناپذیری جمهوری اسلامی با تاریخ ایران باستان پرداخته ایم. پنجشنبه 22 مهر برابر با 14 اکتبر ابراهیم رئیسی در سفری به استان فارس از تخت جمشید نیز دیدار کرد و سخنانی درباره این میراث تاریخی بر زبان راند که موجی از اعتراض و بیزاری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ایرانیان برانگیخت. او گفت بناها و مواریس تاریخی نظیر تخت جمشید نشان از هنر والای ایرانیان از صده گذشته دارد که امروز با گذشت قرنهای متمادی همچنان مایه حیرت و ستایش است اما سپس افسود پیام دیگر بنای تخت جمشید خطاب به ستمگران است که ببینند سرنوشت کسانی که به مردم ظلم می کنند چیست در همان روز عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری که او نیز در آن سفر استانی به فارس رفته بود از ضرورت کمک گرفتن از حریم مقبره کوروش به مردم پاسارگاد سخن گفت و افسود امروز مردم این شهر به خاطر مقبره کوروش و قوانین ما نمی نمیتوانند ساختمان دو طبقه بسازند درست کشاورزی کنند چاه بزنند دکل بزنند و من باید این مشکل را حل کنم یک مقدار انقباز قوانین حریم ها را بردارم و انبساطی ایجاد کنم کارشناسان محیط زیست و باستانشناسان بلافاصله به زرغامی تاختند و درباره پیامدهای سخنان او هشدار دادند روز شنبه 24 مهر اسماعیل کهرم کارشناس ارشد محیط زیست در مصاحبه با پایگاه خبری امتداد گفت در صورت حفر چاه در پاسارگات مقبره کوروش تا چهل سال آینده در فروچاله ها مدفون خواهد شد و خطاب به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری افسود برای حل مشکلی که ادعا کرده اید کار ناتمام آقای خلخالی را با انفجار مقبره کوروش تمام کنید و تمام زواهر وجود یک حکومت تمدنی 2500 ساله را با تعبیه دینامیت و بمب منفجر کنید از میان کارگزاران سرشناس جمهوری اسلامی صادق خلخالی نخستین کسی بود که دشمنی و ستیز با خاطره تاریخی کوروش و خاندان حخامنشی را سالها پیش از انقلاب آشکار کرد و پس از انقلاب تا نابودی آثار بجا مانده از آن خاندان پیش رفت او همزمان با جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی جزوه زیر عنوان کوروش دروغین و جنایتکار نوشت و در آن کوروش را زاده مادری یهودی و صفاک و خونریز خواند و حتی متهم به انحراف اخلاقی کرد هنگامی که او در بهار سال 1358 1979 میلادی در مقام حاکم شهر برای رسیدگی به چند پرونده غذایی وارد شیراز شد زمزمه هایی به گوش رسید که قصد تخریب تخت جمشید را دارد زمزمه ها بیدلیل نبود گروهی از انقلابیان که همگی دار و دسته او بودند برای تخریب آن بنای تاریخی با بیل و کلنگ و چکش سوار سه مینیبوس شدند و از شیراز به سوی مرو به راه افتادند نصرت الله امینی استاندار وقت فارس که منصوب دولت موقت بازرگان بود ناگزیر شد از رادیوی سراسری استان نطخی ایراد کند او از جمله گفت برای تخریب تخت جمشید باید از روی جنازه من عبور کنید به دنبال نطخ او شماری از اهالی مردش نیز به مقابله با انقلابیان برخواستند و اعلام کردند برای تخریب تخت جمشید باید از روی جنازه ما عبور کنید در این گیرودار آیت الله طالقانی بیانیه‌ای درباره آثار ملی ایران صادر کرد نگهبانان حزب اللهی که وظیفه نگهداری از تخت جمشید را به عهده داشتند بیانیه طالقانی را برای دار و دسته خلقالی خواندند و آنان با شنیدن آن به شیراز بازگشتند همزمان با آن کشاکشا کشا بود که یونسکو تخت جمشید را در اردیبهشت 1358 در فهرست میراث جهانی ثبت کرد تا پایان دهه نخست انقلاب بردن نام کوروش و داریوش در میان مسلمانان انقلابی ناپسند شمرده میشد تا اینکه هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت در سفری به شیراز از شخصیت کوروش تجلیل کرد و با استناد به دیدگاه بعضی از مفسران قرآن مانند علامه امینی کوروش را یکی از شخصیت های مورد احترام قرآن خواند و گفت از دیدگاه این عالم بزرگوار زلغرنین در کلام وحی با توجه به بعضی نشانه یکی از لقب های کوروش بوده است در آن سال مردم شهری ایران به ویژه طبقه متوسط رفته رفته از سرمستی انقلاب بیرون می آمدند و به هویت ملی خود که سرامدان سیاسی و فرهنگی ایران از مشروطه به این سو ساخته و پرداخته بودند می اندیشیدند بیشک رفسنجانی و اطرافیانش به دنبال جلب حمایت این گروه از ایرانیان بودند پس از رفسنجانی محمود احمدی نژاد نیز به تجلیل از تاریخ ایران باستان پرداخت توجه او به منشور کوروش پاسارگاد و تخت جمشید و تاکید او بر جنبه ملی این آثار تاریخی انتقاد شدید طیف کار جمهوری اسلامی را در آن زمان برانگیخت حسن روحانی نیز کوشید با نگاهی مثبت به ایران باستان و هویت ملی ایرانیان بنگرد او در بازدید از تخت جمشید در دفتر یادبود آن نوشت این مجموعه نشان از حکمت و مدیریت مردم فرهیخته ایران دارد در این آثار علم هنر فناوری مدیریت و تدبیر به خوبی دیده می شود بیشک روحانی نیز مانند رفسنجانی و احمدی نژاد در پی دلربایی از جریان ملیگرایی در ایران بود اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچنان در راه خمینی و خلخالی گام برمیدارد او در سال 1367 هنگامی که رئیس جمهور بود در بازدید از تخت جمشید کم و بیش همین سخنان رئیسی را بر زبان آورد و گفت در تخت جمشید دو نقطه روشن را در کنار هم دیدم اول هنر و استعداد بشر که بدون ابزار پیشرفته و فقط با همت آثاری ساخت که اجابنگیز است و دوم سلطه ظالمانه که از آن هنر تخت قدرت ساخته است